ببین این خاک مصیبت زده اسمش وطنه، ببین این کشتی طوفان زده ایران منه، خاک اجدادی من مظهر مهد کهنه، سرزمین پدریست، سرزمین پدری دسته ی مشت را زنه، سرزمین پدری دسته ی مشت را زنه. همه تن پوش تنم لاغ زرنگ وطن، سازش امروز روانیست، هدف آزادیست، سازش فقط در گروه یه ملت خود شکنه. دوستان عزیز وقت شما خوش. امروز جمعه 15 تیر ماه 2577 شاهنشاهی ایرانی در خدمت شما عزیزان هستیم با یک برنامه که سعی میکنم برنامه کوتاهی باشه که هم بشه به کارهای دیگه‌تون برسید، همین که بشه این برنامه توی حجم کمتری توی تلگرام و اینستاگرام جاهای دیگه هم بتونن دوستان پخش کنن. خیلی
از این دوستان پیشنهاداتی دادم، پیشنهاد که نه، بیشتر انتقاده در حقیقت، و درست هم هست. اونم اینه که مثلا بچه های داخل ایران چه توی اینستاگرام چه توی یوتیوب که برنامه رو میبینن، چون این برنامه ها مدتش زیاد میشه و معمولا بالای یک ساعت و نیم، بعضی موقع 3 ساعت برنامه میشه، خیلی براشون سخت یک دانلود کردنش و دور نشستن و تماشاش که دو ساعت یه ساعت و نیم، 2 ساعت بخوام بشینم و این برنامه رو یا برنامه های مختلف رو بشینن ببینن. ولی باور کنید هر چقدر که میخوایم خلاصه کنیم و خلاصه مطلب رو بگیم، ولی باز با این حالی که دو ساعت و نیم هم توضیح میدیم، یعنی سیب و گلابی رو میاریم میگیم آقا دوتا گلابی با 3 تا سیب میشه چند تا میوه و هر کدوم چقدر میشه، ولی باز هم برای دوستان، برای یه سری حداقل جا نمیفته مطالب رو، یعنی گوش میکنن ولی نمیدونم چرا متوجه نمیشن که چی داری میگی. مثال میزنم براتون، ما این همه در مورد این همایش هدفمند باورمندان به سامانه پادشاهی صحبت کردیم، داریم در موردش توضیح میدیم، باز یه سری دوستان هستن میگن آقا چرا شاهزاده پس اینو اعلام نکرده، کی گفته تا حالا شاهزاده یه همچین همایشی گذاشته، این چه ربطی، چرا در صفحات شاهزاده نیست، چرا فلان. ما داریم میگیم چی با این همه صحبت وقت فلان، ولی طرف اصلا گوش نمیکنه که ما آقا چی داریم میگیم و اصلا این ارتباطی با شاهزاده نداره، اصلا چی میگید شما، دنبال چی میگردید. ولی به هر حال سعی میکنیم که یه مدل خلاصه تر گفته بشه تا اونجایی که شهرزاد جان سپاسگزارم ازت، تا اونجایی که امکانش باشه. جناب قلمی اگر تشریف دارید لطفا توی اسکایپ باشید، من شما رو بعد میارم بالا در مورد اون مسئله آبادان و خوزستان که باید توضیحاتی رو میدادید تشریف برید توضیح بدید. اما صاف روز بقول من رو پوست کنده برم سر اصل داستان، ما دو تا موضوع رو امروز میخوام براتون باز کنم. یکیش موضوع قدیمی است ولی همچنان دارن روش کار میکنن و دارن در موردش تبلیغات انجام میدن، اونم در مورد این بود که حتی اگه برگردیم به صحبت شاهزاده، همین اخیران هم ایشون برگشتن یه جمله رو گفتن که برای ساخت آینده ایران از نسل 57 که در انگولا، حالا ایشون گفتن اون اتفاق دست داشتن یا خودشون جزو سران یا به قول معروف آتشبیاران معرکه بودن، اینا در آینده ایران جایی نخواهند داشت. و تمام صحبت ایشون هم روی نسل جدید، نسل جوان، وقتی صحبت از نسل جوان میشه نه اینکه آدم های سن بالا، نه، نسل جوان از نظر تفکر، از نظر حس وطن پرستی و از نظر ایرانی بودنشون، افکارشون، صحبت ایشون روی اینه. و مخصوصا کسانی که در داستان 57 اصلا نقشی نداشتن، هم نسل ما و نسل بعدی. اما از اونجایی که خودتون همه دارید میبینید، مشاهده میکنید و اتفاقات و پازل ها هم کنار هم میذارید، میدونید که جمهوری انگلنشان آخوندی در حقیقت نابود شده است و از بین رفته است. چیزی ما الان دیگه به اسم جمهوری انگلنشان آخوندی نداریم، یه سری انجوچک ها، این کفتار های پیری رو داریم که فقط الان دارن برای جایگزینی، برای قدرت فردا دارن با هم دیگه به قول معروف جنگ میکنن. اگر داخل رو نگاه کنید متوجه میشید، یعنی دوتا جناح مافیایی افتادن به جون هم دیگه و یه جایی با هم کنار میان، یه جایی بر علیه هم دیگه، تا ببینن اربابان در خارج از کشور چه تصمیمی میگیرن و کدومشون هم میتونن بلافاصله به قول معروف سوار مرکب قدرت دوباره بشن در خارج از کشور. خب بچه های داخل ایران که بارها و بارها اینو به قول معروف نشون دادن به همه دنیا و خواستشون هم رسما اعلام کردن، فریادم زدن در خیزش ها و قیام های مختلف. اما باز در خارج از کشور ما وظیفه داریم که بیایم یه سری مسائل رو باز کنیم که هر چه بیشتر اونا دارن تبلیغات میکنن، چون دشمنان ایران یک ثانیه هم از دست نمیدن. میتونید تو تمام این رسانه ها و مطبوعات و روزنامه ها و فلان این مسائلش رو نگاه کنید. ما هم وظیفه داریم که یک ثانیه رو از دست ندیم بر علیه اینا و مرتب بیایم داستان‌های اینا رو بازگو کنیم، باز کنیم اون کلماتی رو که اینا لابلای یه سری جملات بلند و خوش آب و رنگ و دروغ‌های شیرین کلمات رو جا به جا میکنن و میچپونن، ما بیایم دقیقا همون کلمات رو بکشیم بیرون
به قول یکی از دوستان سمت شهرستان ما یه چیزایی بود توی کوه بهش میگفتن میرزا قاسمی، نه جو قاسم فکر میکنم، آره یه چیزایی بود دوربرش کلکی بود مثل حالت این کنفا، بعد اینو بازش میکردی چند تا پوسته داشت، بازش میکردی یه هسته ای داشت، اون هسته خیلی خوشمزه بود. حالا دوستانی که مال اون سمت هستن یا دوربر کوه ها هستن معمولا اینو دیدن و خوردن. بنابراین ما هم اتفاقا میخوایم بیایم این پوسته ها، یعنی این جملات، این کلمات قشنگ، این ادبیات شاعرانه از نوع شاملوها و جلال آل احمدها و این دلغک ها رو باز کنیم، اما اون هسته مرکزی رو به ملت نشون بدیم. یا قدیما قبلا من میگفتم که اینا رو بیاریم کت شلوارشون رو در بیاریم لختشون کنیم ببینیم چند مرده حلاجن یا اصلا چی زیر این قیافه ها خوابیده. ولی الان دیگه از داستان لخت کردن گذشته، چون اینا همشون چون لخت شدن بارها بارها و دم خصوصاشون رو ما مرتب اومدیم، ما دوستان دیگه اومدیم عیان کردیم و به ملت نشون بدیم. دیروز من در برنامه جناب کمالپور، جناب کمالپور درود بر شما، در دوستانی که در اینستاگرام رستاخیز هستن یه برنامه دیشب در صفحه جناب کمالپور برنامه ایشون بود، من رفتم یه سری توضیحات دادم راجع به جریان سوم و این برنامه رو هنوز توی تلگرام رستاخیز سیمرغ آپلود نشده، منتظر باشید این برنامه آپلود بشه و برنامه بسیار بسیار مهمیه که در جریان باشه. اینو برای دوستان داخل ایران گفتم. به هر حال دیروز من در برنامه جناب کمالپور که توضیح داده شد، توضیح دادیم یه سری مسائل رو و در برنامه‌های قبل صحبت از یک موردی کردیم که این مورد یک شبکه است و این شبکه سرش مافیاست، ولی در شکل‌ها و لباس‌های مختلفه که اینا از هر طریقی که میتونن مثل این دقیقاً میشه به اون هشبه‌های دریایی به اونا تشبیهش کرد که یک مغز ولی 8 تا دست و پا داره و دور تا دور این 8 بار رو این دست و پاها احاطه کردن. اینا هم دقیقاً داستانشون همینه. مافیایی‌ها یه سری شبکه‌هایی رو درست کردن که این شبکه‌ها از قضا و اتفاقاً عوامل اجرای این سیاست‌هاش همون اشخاصی هستن که سال 57 اون خیانت رو به ملت ایران کردن و تا همین امروز هم دارن میکنن. متابعضیا اومدن تو خوردم نامه رو امضا کردن یا همون گو خوردم نامه رو امضا کردن ولی همچنان همون کار رو دارن انجام میدن. بعضی هم نه، خودشون رو زدن به کوچه علی چپ مثل یه رو شهرام شالاتان و علیرضا تازی زاده و همسل اینا و دارن سود بلبلی میزنن. کی بود کی بود؟ اصلا ما نبودیم، ما موقع اصلا بچه بودیم. علیرضا نوریزاده که میگفت من نطفه من بسته نشده بود در زمان 57 و من نمیدونم این مادر قبر کجا یه دفعه اومد و کی بود رو پشت اون داشت این کارا رو میکرد، یا شهرام شالاتان هم به همین صورت. اینا رو که دارم میگم جدی دارم میگم و توی برنامه‌هاشون اگر شما بشینید نگاه کنید یه جاهایی که به نفعشون نیست میگن ما اصلا نطفه‌مون هم اون موقع بسته نشده بود، اما یه جاهایی که میخوام بگن ما فلان بودیم یه دفعه مثلا همین شارلاتان یا علیرضا تازی داده میگن ما اولین کسایی بودیم که در تظاهرات قانون اساسی شرکت کردیم. خب اگه نطفه بسته نشده بود بچه‌ها شرکت بگذاریم. چند تا اتفاق افتاده که ما در برنامه‌های گذشته مرتب اومدیم در موردش توضیح دادیم و دیروز هم در برنامه جناب کمالپور من یه سری توضیحات و ایشون یه سری توضیحات رو در مورد یک تیم جدیدی از همین مجموعه که حالا اومدن یه اسمی هم گذاشتن روش به عنوان جریان سوم اما اتاق فکری یکیه، این هم دیروز اومدیم در موردش صحبت کرد. برگردیم بیایم این ور، در یه سری آدم‌هایی هستن که اینا هم اتفاقا ادعای مبارزه میکنن و در زمان انقلاب 57 هم یکی از اون کسانی بودن یا جزء اون مجموعه هایی بودن که اومدن و اون بلا رو سر کشور ما آوردن. حالا شاید یکی از چند از دوستانم الان اینجا ناراحت بشن. این شخصی رو که میبینید اینجا روی تصویر شخصی است به نام دکتر بهرام بهرامی. این شخص کیه، چه کار است و چه سابقه ای داره و چقدر راست میگه چقدر دروغ میگه رو من به همراه جناب کمالپور در یک برنامه دیگه حتما بهش میپردازیم و خیلی مسائل این شخص و جریان پشت این شخص رو هم بیرون خواهیم داد. اما من امروز با این شخص کاری ندارم و میتونه این آقای برنامه برنامیان امروز یه نفس راحتی بکشه، چون امروز قرار نیست شهرمان کونه ایشون در بیارم. دوستانی هم که ناراحت میشم اینو بدونن، چون میدونم چند تا دوستان الان توی برنامه من حتما اگرم نیستن الان اضافه خواهند شد میبینن
و شاید ناراحت بشن که آقا چرا داری مثلا به ایشون اینجوری میگی. یادتون باشه یه چیزی رو، نسل ما نسلیه که نه با کسی تعارف داره، نه با کسی شوخی داره، نه مماشات سرش میشه و نه منافع ملیشو با هیچ بنی بشری تا میزنه. خب اینو من یک بار دیگه راجع به اون دوکی تقی‌زاده و چند تا دیگه که من اومدم برنامه گذاشتم و به قول معروف صحبتاشون رو پوسکندم هستش و انداختم بیرون براشون، اونا هم اعتراض کردن یه سری. من در مورد اون آدم هم گفتم کار ما اینه، وظیفمون اینه به عنوان یک ایرانی که بیایم این مسائل رو باز کنیم که کلاه 57 دیگه سرمون نره. امروز این شخص در برنامه علیرضای تازی‌زاده، این انتر معروف که معرف حضورتون هست، نمیدونم دوستان توی اینستاگرام میتونن تصویر ببینن یا نه، امروز یه برنامه داشتن و اومدن یه سری صحبت کردن که من با این صحبت ها کار دارم. اگر این آقای بهرام بهرامیان راست میگه و آدم درستگویه، خب یه جوری به صحبتاش میپردازم، اما اگر آدم دروغگو و آدم شارلاتانیه مثل این بغل دستیش که من فکر میکنم بیشتر این وریه، یه جوری دیگه باید به مسائلش پرداخته بشه. شخص برام مهم نیست، محتوای صحبت برام مهمه که اینو باید در موردش صحبت کنیم. دوستان توی فیسبوک لطف کنید این برنامه رو پخش کنید تا دیگران هم به ما بپیوندن، مسائل مهمیه. جناب قلمی هم امیدوارم باشن که من کارشون داشتم در مورد مسائل خوزستان بیام برای توضیح بدم. بذارید من برگردم بیام روی این داستان علیرضای تازی زاده و این شخص. دقیقه 5 چند تا موردش رو با هم میریم جلو و سراغ اصل داستان میرسیم. همیشه در برنامه گذشته ما گفتیم اون کنفرانسی که توی واشنگتن انجام شد سرخرش کجاست، اون یکی کنفرانسی که این یارو چاوال فخرآور برگزار کرد سرخرش کجاست، و بقیه این داستانایی که دارن اتفاق میفتن دنبال یه چیزی هستن، اون یه چیز خیلی مهمه. این هم یادتون باشه. یه سری دوستان حالا میان مثلا مینویسن جاهای دیگه که آقا امروز وقت اتحاد است، بیایید اتحاد کنیم فلان کنیم. بله اتحاد باید بکنیم، اما اتحاد با کی؟ مردم ایران 40 سال زمان برد، شوخی نیست، 40 سال زمان برد، 8 سال جنگ بهشون تحمیل شد، این همه کشتار و اعدام و بدبختی به سر این ملت آوردن، به سر اون کشور آوردن که امروز به یک نتیجهی برسه دنیا و مردم داخل که باید جمهوری انگلشان رو ورش دارن. خب حالا یه سری راهزن، یه سری دوز اومدن و میخوان دقیقا تو همین دقیقه 90 کلاه 57 رو پشت رو بکنن و بکنن دوباره سر این ملت. اینی که بیایید اتحاد کنید، امروز بشینید با این گروه های امثال اینا اتحاد کنید، این ببخشید این خریته، خریت. یعنی شما فکر کن اگر بیایید امروز بخواید برید اتحاد کنید با مثل نوریزاده، مثل مچالهین خر، مثل اون یارو اسماعیل سر به خلا و امثال اینا، این اسمش وطن پرستی نیست، این اسمش خریته، در انتهاش هم اسمش خیانته. اون کسایی که طرفدار سامانه پادشاهی هستن و شاهزاده رضا پهلوی را به عنوان یک پادشاه ایران قبول دارن، میتونن این جمله رو با ادبیات بهتر در کلمات ایشون پیدا کنن که از این نسل بگذرید. اما این نسل نسلیه که چون پشتش به مافیا هست امکانات رسانه‌ای زیادی هم داره. شما هر سوراخی رو نگاه می‌کنید، مثلا یک کسی مثل علیرضا میبودی تو 98 سوراخ برنامه داره. من اگر برم دستش تو توالت خونه هم می‌بینم علیرضا میبودی اونجا هم نشسته برنامه داره. واقعیته. هر رادیو رو باز می‌کنید، تلویزیون رو باز می‌کنید، می‌بینید اینا نشستن. و همش هم شعر و ادبیات و فلان، اما اونجایی که باید اون جمله رو بگن هم میگن. پس ما از این امکانات باید استفاده کنیم که حداقل کاری که میکنیم بیاییم در مورد اینا توضیح بدیم که هموطنان در جریان باشن و خود اینا هم بدونن که ملت حواسشون بهشون هست. دیویش یورو نفت هاستل پاریس، پرچم گذرنامه رو برگه عبور رو بگیریم که بیان پرچم تو کن بگیریم. من متاسفم که اینا به عنوان مقاومت، کدوم مقاومت جز اینکه در بچه های بیگناه ایران رو فریب دادین و بکشتن. ما 2 هفته قبل، 3 هفته قبل کنفرانسی در واشنگتن داشتیم
از اینجا شروع میشه. هدف کنفرانس همونطوری گفتم بارها این بود که ما به امریکایی‌ها بگیم خیال نکنیم دیوه آقای رجبی رو میتونیم بزرگ کنیم بیاریم به ملت ایران بفروشیم. اولا شما خیلی گوه خورده که یه همچی چیزی رفتی به امریکایی‌ها بگی. نمایشی که امریکایی‌ها گذاشتن یک ماه بعد از اون دلغک بازی بود که شما گذاشتید. نیاد زودی این چی میگه اتفاقات رو جابجا کنید ماهی بگیرید. ارمایی میاد دستتون آقای علیرضا تازی زاده. شما رفتی طبق گفته خودت در اون هم در اون کاری که انجام دادید با نماینده‌های جورج سوروس و اون دوتا فسیل آمریکایی رو آورده بودید، خودت گفتی، گفتی ما رفتیم اینجا و این فسیل‌های آمریکایی رو آوردیم به قول خودت جنرال‌های آمریکایی رو که اینا برن به ترامپ بگن ایرانی‌هایی که جمع شدن اینجا خواهان یک حکومت فدرال در منطقه هستن. خودتون هم نشون دادید. حالا تو نگفتی فدرال اما دوستانت اونجا گفتن فدرال و ربطی به مجاهدین خر اینجا نداشت. اصلا ملت ایران از رژیم جهل و جور و فساد بیزاره. مرگ بر اسب ولایت فقیه شعار بزرگی بوده در ایران. آقای علیرضایی تازی زاده، ملت ایران در کنار مرگ بر اسب ولایت فقیه چند تا شعار دیگه هم دادن، از جمله اصولگرا، اصلاح طلب، دیگه تمام ماجرا و سرنگونی کامل جمهوری اسلامی. اما شخص کثیف شما یکی از مبلغین و چاپلوسان و دست به دستمال هایی هستی که از تخمای سید محمد خاتمی روبای خاکستری هرگز نتونستی عبور کنی. همیشه دوست داری اینا رو دستمال بکنی. ویدیوهات هست، حتی در دو تا برنامه گذشتت هم اومدی دوباره به این اعتراف کردی که آقای سید محمد خاتمی میتونه فلان کنه، ال کنه، بل کنه. و در گفتارها برنامه های دیگه هم یکی دو نمونهش دفاع تمام قد شما از شخص کثیفی به نام صادق زشت کلام در مورد اینکه اگر ملت بخواد خیزش کنن یا قیام کنن او حاضره با اسلحه جلوی ملت بیسته، شما اومدی ازش دفاع کردی. پس یادتون باشه عصر تکنولوژیه. رو منبر نشستی تو دارگوزآباد یه سری بابو هم جلوی پات نشسته باشن گریه کنن. اما در تمام این تظاهرات چه اون زمان چه حالا چه بازار چه جلوی مسجد گوهرشاد هیچ کس اسم مرحوم رجوی و بیوه‌ش رو نیاورد. آقای علیرضایی تازی زاده، مرگ برای همسایه خوبه یا برای شما هم خوبه؟ دقیقا در ما حرف ما هم همینه، حرف ما هم همینه. در تمام این خیزش ها ملت شعار پادشاهی دادن، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. شما که میای خودتو در اون مجلس واشنگتن تو نمایشتون نماینده مردم ایران معرفی میکنید، نماینده کردها، نماینده لورها، ایرانو برداشتید مردم ایرانو تیکه تیکه کردید، چه نمایندگی از مردم دارید؟ کجا مردم داخل ایران یک شعار از فدرالیسم دادن، سر دادن؟ کجا مردم ایران صحبت جمهوری ملی یا جمهوری ایرانی کردن که شما و مجموعه شما مبلغ شدید؟ اگر مردم ایران رجوی رو نخواستن که 100% نمیخوان، پهن انباره همچی افرادی نمیکنن، رجوی و دار دستش کاندوم سیاسی هن، تو هنوز اینو نفهمیدی؟ مردم ایران هیچی به جز پادشاهی هم فریاد نزدن، چیزی دیگه هم نگفتن. پس کسان دیگه هم که میان میگن ما نماینده مردم ایرانیم در جمع دوستان شما، گوه اضافه میخورن. بقیهش اسم سازمانشون هم نگفت، هیچ کس نگفت آقای عبدالشمجی قربونی در شمال برونی رد برن، هیچ که نگفت سید محدثین فداتم وزیر. من اینو تیکه تیکه میزنم بره جلو چون با یه قسمتش میشه کار ندارم. همه حرفا رو مقدم بسیار اونم دوست داشت. چی؟ این باید اینجوری بشه. یکی از انسانهایی که من دیر سالیست میشناسمش، یک آدم ملی، استاد دانشگاه در امریکا، ولی از اولی که من شناختمش در حال مبارزه بوده. آقای علیرضا تازی زاده، اگر فردا یه داستان یه جوری دیگه ورق خورد، نه این مثل بگی آریاس به بابا بگی من اصلا شخصو نمیشناسم، اینم یه مزدوری بوده اومدن چسبوندم ادیت کردم به منو. شما دارید یه آدم ملی
وطن پرست و مبارز. حالا من کاری ندارم، بعدا در مورد اون شخص توضیح خواهیم داد. خدا رحمت کنه، زنده یاد فریدون امیر ابراهیمی، رفیق نازنینمون که رفت، بسیار اونم دوست داشت. و شبی با هم نشسته بودیم و با حرف میزدیم از رویاهای به آتش کشیده شده، از جنبش ملی، از دکتر مصدق، از زنده یاد دکتر مصدق. این شخصی هم که آورده اینجا، حالا خودش اعتراف بکنه، از سال مثل اسماعیل نوریالا، اسماعیل نوریالا میگه من از سال 1300 خروس، قبل از اینکه رضا شاه به سلطنت برسه، این داره بر علیه استبداد میجنگه. و من نمیدونم این کروکودیل چند سالشه. حالا این شخص هم که الان توی این برنامه است، دقیقاً از سال 1332 وارد سیاست میشه و بر علیه استبداد میجنگه. فکر کنید اونایی که توی جبهه ملی بودن اون روزگار استبداد رو در چی میدیدن؟ استبداد یا مستبد کی بود برای اینا؟ طرفداران مصدق. این یکی از اون طرفداران مصدقی که الان قرار بگیره تو بختیار از داشتیم حرف میزدیم و به کجا ختم شد داستان، از کجا بلند شدیم به کجا. گفتم آره پدر من رویاش حکومت ملی بود. آخه سگ برینه تو رو اون پدر آخونده دیانیوسه، اصلا اون آخوند اصلا میدونست حکومت چیه که ملی توش باشه. تو هم شدی شراب شارلاتان؟ پدر تو شرم شارلاتان، اصلا ادیسون اومد حق شما دوتا پدرهای شما دریوسا رو خورد. عجب داستانی داریم ما با اینا. بذار بریم بسرا رو برگرد، چون نمیخوام زیاد بهش ببردازم، فقط من چند موردش برام خیلی مهمه که در موردش یه سری توضیحات و هم صحبت ها رو بشنویم، هم یه سری توضیحات رو در موردش بدم. بذار ببینم دقیق بخوام بیارم، فکر میکنم اینجا باشه. با اینجا باز میشه همونی که تایی خط بعد از این مبارزه. سوال دومی که فرمودی بسیار بسیار حساسه، بسیار لازمی که اینجا بازمون بشه، و اونی که تای خط بعد از این مبارزه، بعد از این جنبش، همیشه در تای خط شما میبایست یک نیروی داشته باشید که بتونه پس از فروپاشی این رژیم دولت آینده رو یا مملکت رو بتونه اداره کنه، کشور رو بتونه اداره کنه که به هرج و مرج نرسه. اگر چنین نیروی وجود نداشته باشه، پس از فروپاشی رژیم داله امروز نباشه، فردا نباشه، پس فردا اینا به خیر فروپاشی خواهند کرد از داخل خودشون. حتی در اون موقع اگر چنین نیروی وجود نداشته باشه، هر میبر آورنه ای از چپ و راست ممکنه بیاد مملکت رو تیک پاره کنه. آقای دکتر بهرام بهرامیان، شما بغل دست همین مالرقوی که نشستی و در همون نمایش واشنگتن، شما میگی من یادم وطن پرستم، در همون نمایش واشنگتن همه اون آدم هایی که اونجا جمع شده بودن، از 100% 80% خواهان فدرال کردن ایران بودن. خب صحبت هایی هم که اونجا شد و لایف پخش شد، یه سریاش هم نوریزاده پیچوند، قرار بود پخش کنه نکرد، اونها هم حاکی از همینه. شما چرا به عنوان یک آدم ملی، به عنوان یک ایرانی وطن پرست، با کوروش کلهر هم صدا نشدی اعتراض کنی بر علیه اون تجزیه طلب های پاپتی که الان داری ازشون صحبت میکنی؟ چرا اونجا چرا اونجا بلند نشدی حرف بزنی؟ چرا سرت انداختی مثل گاو از در پشتی زدید بیرون؟ وطن پرستی فقط اینجاست که شما بخواید یک جمله ای رو، یک داستانی رو بگید، لابلاش یه سری کلمات رو بذارید، مثل آخوند. بذارید این مثال رو براتون بزنم. آخوند به این صورت عمل میکنه، اصلا تز آخوند اینه، وقتی میخواد بره پای منبرش بشینه مزخرف بگه، اولش میاد میگه علی، فاطمه، زهرا، حسن، حسین، سهرای کربلا، آخرش هم همینو میگه. چون اولش علی و فاطمه و حسین و زهرا و نمیدونم کیو کیکو میگه، افکار مردم رو هیپنوتیزم میکنه، یه جورایی مردم رو بیهس میکنه، خواب میکنه. بعد مزخرفاتش رو لابلاش میگه، دوباره بلا فاصله یه علی و حسین و طاهره و فاطمه اینم میچسبونه کفش پشتش و این پکیج رو میکنه تو کله اون امتی که این پایین نشستن. این آقایون مثلا سیاسی ما هم یاد گرفتن وقتی میخوان یک مزخرفی رو مافیایی دستور بهشون میده رو بیان عنوان کنن، لابلاش کلمات وطن پرستی، شاهزاده رضا پهلوی، اعلی حضرت شاهنشاه آریامهر، اعلی حضرت رضا شاه
و از این مسائل رو میگن، اما به زمانش که برسه کلماتی رو میگن که الان بهتون میگم. و ایران تبدیل به یک سوریه دیگه بشه و این بسیار خطرناک. ولی چیزی که رژیم میگه دائم رژیم میگه اگه من برم اینجوری میشه. شما دارید این بهانه رو به رژیم میدید. آقای علیرضا تازی زاده که رژیم بیاد این حرفو بزنه. میدونید چرا؟ رژیم اومد یک مستندی رو از خود شما آماده کرد و رفت پخش کرد. گفت آقا اپوزیسیون خارج از کشور، مخصوصا طرفداران پادشاهی، همه زیر مجموعه IOSME جورج سوروسن، دروغ بزرگ. و همه اینا با اون یارو در واقع رفیقت باوند که گفتی یادم رفته من برات گذاشتم، گفتی اصلا مال من نبود، من نمیشناسم اینو. اومدن عنوان کردن که ما دنبال تجزیه ایرانی. خود مافیای سروس دنبال تجزیه ایرانه. اصلا چه اینو جمهوری اسلامی بگه چه نگه، چه بگه چه نگه، جورج سروس و مافیای سروسی دنبال تیک و پار کردن کشوران. نمونهش یوگسلاوی، برید نگاه کنید ببینید چه روزی شده. حالا کشوری هم مثل ایران که دیگه همه چی هم توش هست دیگه، اون زیر خاکش همه چی داره که باب میل مافیاست. اما شماها وقتی میایید همایش میذارید، سمینار میذارید، کنفرانس میذارید، برنامه میذارید و به عنوان ائتلاف نیروهای اپوزیسیون یه مش تجزیه طلب بیناموس رو جمع میکنید و اینا علنا در سخنرانیاشون صحبت از خودمختاری و خودگردانی و فدرال و فلان این صحبت رو میکنن، اصلا نیازی نیست رژیم بگه. خب مگه مردم، شما مردم رو چی فرض کردید؟ خب وقتی نگاهتون کنن میفهمن شما بیناموس دنبال چی میگردید. حالا میگه این شعار رو رژیم میخواد، خب عمل کرده، یعنی شما انجام میدید، پاس میدید به رژیم، رژیم تبلیغات میکنه روش. کی این وسط ضرر میکنه؟ مردم. این میشه و اگر نباشه، لذا وظیفه ما این که بیایم تمام طبقه روشن فکر رو و تحصیل کرده رو که دموکراسی و ملی بودن اعتقاد دارن، به صلاح حفظ منافع ملی اعتقاد دارن و یک سری منشور مشترک هستی خدمتتون فرستادم اونجا مطرح شد در واشنگتن، به این اعتقاد دارن، این ها رو بیارید یک پارچه کنید، یک ائتلاف ملی وجود بیاد. داستان ارتجاع سرخ و سیاه یادتونه شاهنشاه آریامهر میگفت قبل از انقلاب؟ الان دقیقا چه یاد خوششون بیاد چه خوششون نیاد، این شبکه ها، همون شبکه های 57 دوباره به تکاپو افتادن، پول دلار تو رگای کثیفشون تزریق شده، خب به تکاپو افتادن که همون اتحاد رو در حقیقت یا اون ائتلاف که اینا میگن اسمش اتحاده، اینا اتحاد کردن دوباره با هم که پلن دوم جمهوری انگرنشان آخوندی رو بریزن. سرشاخه هاشو من تو برنامه ها مرتب و مرتب در موردش صحبت کردم، چه اونایشون که در نقش جمهوری میرن، چه اونایشون که در نقش فدرال میرن، چه اونایشون که در لباس پادشاهی مثل این یارو برنامه برنامیان اینوری میرن و چه بقیهشون، همه اینا رو به شما نشون دادیم با سند از حرفای خودشون. آقا برید جمهوری اسلامی رو سرنگون کنید، دمتون هم گرم، ما هم کمک میکنیم. اما اگر فکر میکنید بعد از جمهوری اسلامی یه هنچوچکایی، شما که نه، شما که اصلا بوی الرحمنتون داره میاد، صدای کلنگ قبرتون هم شنیده شده، اگر فکر میکنید ارباباتون میتونن جایگزینی برای شما پیدا کنن و داخلیا که سوار کنن به ملت ایران، اینجا رو کن خوندید. حالا دقیقا به هم نم اشاره میکنه، گوش کنید. بدون ائتلاف ملی ما به جایی نخواهیم رسید. دومن میبایستیم برنامه داشته باشیم، برنامه کار داشته باشیم، برنامه ها رو عرضه کردیم این ملت. ببخشید کجا برنامه‌تون رو عرضه کردید؟ میشه این برنامه‌تون رو یه بارم عرضه کنید ما هم ببینیم کجا عرضه میکنید این برنامه‌تون رو؟ ولی از همه مهمتر جناب امیرزاده، خطری که وجود داره همیشه انحراف این حرکات و انقلاب‌ها هست. شما ببینید در 57 درسته مردم ببین دقیقاً حرفی که یه سری از 57ی‌های روشنفکر گویی که قلقله کردن گفتن انقلاب ما این نبود، انقلاب ما دزدیده شد، دقیقاً همون حرف الان از زبان یک کسی که میاد خودشو طرفدار سامانه پادشاهی جا میکنه الان میشنوید. گوش کنید. ناراضی بودن از وضع، ناراضی بودن خونه. ببخشید آقای برنامه برنامه شما بعدم بیاد توی برنامه های دیگه دلایل و مستندات نارضایتی مردم در قبل از سال 57 رو عنوان کن، ببینیم مردم ایران چقدر ناراضی بودن. که همه شما میگی ناراضی بودن، یه بار دیگه این جمله شو ببخشید من اومدم توی
صحبت داشت، ولی گوش کنید. گراف این حرکات و انقلاب ها هست. شما ببینید در 57 درست مردم ناراضی بودن، از وضع ناراضی بودن، ولی خمینی رو نمیخواستن. خمینی رو نمیخواستن؟ خمینی رو نچپوندید به ملت؟ دقیقا خمینی و گروهش اومدن اون ناراحتی مردم رو ازش بهره برداری کردن، اون حرکت رو و اون جنبش رو به بیراهه کشوندن. آقا انقلاب ما به گاه رفت، داستان اینه. انقلاب ما به گاه رفت یعنی چی؟ آقای دکتر بهرام بهرامیان، شما که از سال 1332 داری فعال 1332 داری فعالیت میکنی، قطعاً 15 خرداد و امثال اینا رو به یاد داری، قطعاً به یاد داری زمانی که انقلاب سپید شاه و مردم شد، همین آخوندها و همین روحانیونی که شما رفتید پشتش که بعد انقلابتون به گاه رفت طبق گفته خودتون، چه کسانی بودن؟ شما که روشنفکر بودید، مردمو چی کار داری؟ خودتو بگو که همین الان بعد از 40 سال داره میگه انقلاب ما دزدیده شد. در حقیقت انقلاب مردم ایران دزدیده شد، انقلاب سفید. ببینید یه مسئله حالا برای این مورد مسئله بود نگران، این هم جزء برنامه ریزی گروه ائتلافی خواهد بود. اتفاقا همینجا رو ما جلوتون وای میسیم. نکته رو گرفتید دوستان؟ نکته رو گرفتید؟ میگه برای اینکه انحراف پیش نیاد، که ما اگر فردای سرنگونی جمهوری اسلامی که افتاد و به درک واصل شد، ما اومدیم پکیجی که الان در آینده اعلام میکنه رو به چپوندیم به ملت، یک سیستمی رو داریم طراحی میکنیم که این به انحراف کشیده نشه، همینی که مافیا میخوان پیاده بشه. اما کور خوندی برام برامیان، تو که هیچی، تو کور خودین که هیچی، گنده تر از شماها ماها و نسل جوان ایران به زمین میزنه. شما که بابا اصلا به اون تحبیلی که ما اومدیم نظامی رو داریم برای ایران تحبیلی کردیم و میکنیم و داریم ارائه میدیم به ملت، که از خواستش اینه که یک نماد ملی داره اینجا اونجا. ببینید دقت کنید کلماتو از کجا میاد، اما اینجا اونجا یک باید یه اعتباری به این حرکتش داده بشه. این اعتباره از طریق کجا میاد؟ از طریق چند تا کلمه گوش کنید. به عنوان پیشگام این جنبش داره کار میکنه، پیشگام این جنبش، یعنی پیشگام جنبشی که در واشنگتن یه جلسه میذاره، ننگاور از اون ور میذاره، اون یارو جوانمردی از اون ور این کارو میکنه، آمد نیوز از این ور این کارو میکنه، اسماعیل سر به خلا و بقیه هم دارن حرکت میکنن، میشه یه جنبش. پیشگاه این جنبش هم میشه یک نماد که داره در جلوی این جنبش حرکت میکنه. یعنی کی؟ و ناظر خواهد بود بر دولت های آینده، که اگر پس فردا دولت ملی هم اومد سر کار خواست منحرف بشه و روشش رو عوض بکنه، اون نماد ملی ناظر بر جریان و بیاری کردن دموکراسی هست میدونی جدی مسئله رو بگیره. آقای دکتر بهرامیان، همون نماد ملی که شما صحبت شما کنی که منظور شاهزاده رضا پهلوی هست، ایشون در همین دو سه هفته پیش در یک سخنران در یک گفتگویی گفتن، مگه نمیگی جلوگیری میکنه؟ خب ایشون اومدن جلوگیری کردن، گفتن کسایی که در سال 57 این مسبب این بدبختی بر سر ایران شدن، هیچ جایگاهی برای آینده ایران ندارن. کیشوماتتون کرد، حواستون کجاست؟ هست برید با مهدی فراحتی بود توی گفتگوش، فکر نمی کنم تو اون صحبت شاهزاده منظورش نسل ما بود. شاید هم نسل ما بود منظورش، یعنی شاید ما بودیم انگلاب کرده. خریت نه تنها علف خوردن است. یعنی در این دو بازی که ما برنامه ریزی کردیم، این مسئله فرش مستطره، این میتونیم به اصطلاح مطمئن باشیم که در آینده یه دولت ائتلاف ملی که میاد سر کار دیگه به انحراف کشیده نشه. دکتر برامیان، شما به عنوان یک آدم ملی، کسی که از همون سال 32 به بعد فعالیت کردی، تلاش کردی، اینطور که من میدونم آدم هایی که خودشونو آدم های ملی، یعنی جزء جبهه ملی میدونن و بعد از سال 32 وارد عرصه سیاست شدن، تمامشون بلا استثناء تبر گرفته بودن و ریشه پادشاهی ایرانو میزدن و سال 57 موفق شدن.
اونایی که توی جبهه ملی بودن، نمادش میشه مصدق، آخر خطش میشه بختیار و امثال اینا دیگه. تمام این آدمایی که توی این خط بودن تیشه برداشته بودن و ریشه ایرانو میزدن، ریشه پادشاهی ایرانو دقیقا بعد از 32 پیرو به اون کروکودیل بزرگشون مصدق تا همین الان هم واسه کارشونه، وظیفه‌شونه. رابطه دوستانه با شاهزاده رضا پهلوی داره. اینجا اونجا که حالا باید یه اعتباری هم بگیریم، نقشی که برای ایشون در یک حرکت و پروسه اینجوری قائلی چه نقشیست؟ آخه بزغاله، آخه تازی زاده، آخه حروم زاده، آخه بی ناموس، بی شرف. نقش شاهزاده رضا پهلوی، نقش پادشاه قانون اساسی مشروطه، نقش ولیعهد ایران رو این کروکودیل باید چیز کنه، مشخص کنه چی جایگاهی داشته باشه. مردم داخل ایران فریاد زدن، صداش کردن. تو از اومدی از این یارو کروکودیل میپرسی که برای ایشون چه جایگاهی میخوای در نظر بگیری؟ سعید شمیرانی هم همین حرفو زد، گفت ایشون سوار دوچرخه بشه بره تو این دهات ما. عین واقعیت میگم، من تو برنامه گذاشتم، گفت سوار دوچرخه بشه بره تو این روستا بشینه با این پیرمرد پیرزنا صحبت کنه، ببینه مسئله شون چیه، مشکلشون چیه. از کنم ایشون به عنوان نماد ملی و پیشگام این جنبش بسیار قشنگ عمل کردن و میکنه. یعنی با شماست. ای بر اون ذات پدر کثیف دیوستون لعنت. و ایشون رو نباید وارد امور سیاسی کرد. پس چرا شما دارید این کارو باش میکنید؟ آقا اگر نباید این نماد ملی رو وارد کارهای سیاسی کرد، پس شما به اونجای ننتون میخندید که هر پروژه هر سناریوی مافیایی داد دستت بچپونی به این ملت، بیای نام ایشون هم بذاری تنگش. عجب داستانی ما داریم با اینا. اداره مملکت امور سیاسی است. در سیاست اشتباه کردن هست و در اشتباه کردن چوب خوردن هست. ما نمیخوایم اینو. در سیاست یه چیزی دیگه هم هست، افرادی که کار سیاسی میکنن اگر یک بار اشتباه کردن در سیاستشون، دیگه باید از سیاست گورشون رو گم کنن برن دنبال کارشون. میدونی چرا؟ چون اونجا دیگه بحث شخصی نیست که شما به عنوان یک مورد سیاسی اشتباهی میکنی، حالا بحث شخصی، نه، بحث منافع ملی پیش میاد. و وقتی بحث منافع ملی پیش اومد، ضرری که از اون اشتباه شما ها میشه، ملت ایران هستن یا ملت یک کشور هستن که آسیب میبینن. کسی که در سیاست یک بار اشتباه کرد، باید گورشو گم کنه بره دنبال کارش. تو بقیه‌تون که از سال 1300 خروس مدام دارید اشتباه میکنه. نمونش داره 50 هم ماده ملی اون چوب بخوره. لذایشون به عنوان ناظر بر پیاده کردن دموکراسی و یه به عنوان نماد ملی. خوب دقت کنید، صحبت دموکراسی دیگه، دموکراسی رأی مردم، حالا ایشون هم نظارت کنه. خب اینا رو کلماتو داشته باشید، میخوام به اون کلمه حساس برسم. بهترین کمک رو داره به ملت ایران انجام میده. لذا ما مجبوریم از لحاظ سیاسی بیایم کمک بکنیم، کار خودمون انجام بدیم. عرض کردم احزاب به وجود بیان. احزاب هستن که بعد از فروپاشی رژیم میبایستی تز خودشون رو، مطار خودشون رو به مردم عرضه کنن. آخه کروکودیل، شما که 40 سال در خارج از کشور، ببخشید هموطنان، من روی خطابم با این نسل 57 روشن فکره، شما که هیچ گویی نتونستید بخورید، نه یه حزب درست حسابی دارید، نه یک سازمان درست حسابی دارید، نه یک برنامه‌ریزی درست حسابی دارید، نه یک پلن درست حسابی دارید، حالا میخواید دو این چند وقتی که جمهوری اسلامی دست دندون لق کنده و فقط کافیه یه تکونش بدی، میخواید برید حزب درست کنه و بعد این حزبم یه دموکراسی هم بچسبونید تنگش، با این شرایط داخل ایران بیاید از رأی مردم هم استفاده کنید برای ساخت حکومت آینده. چه شود؟ نمایندگانشون انتخاب کنن، بفرستن به مجلس مؤسسان، مجلس مؤسسان این نظام آینده رو، دولت آینده رو. آقا من تمام این مزخرفاتی که این یارو شلغم گفت، بریزید تطلاش حال، اینا همون جملاتی بود که شما دیدید اون کسایی که مرغ مثلا خورش درست میکنه، مثلا خورش مرغ درست میکنه، کنارش سیب زمینی میذاره، نمیدونم قارچ میذاره، پیاز داغ میذاره، هویج رنده میکنه میذاره، نخود سبز میذاره، همه اینا رو میذاره، اما اسم اون خورش مرغه.
اسبونگ خورشت مرغ، مثال میزنم. همه این مزخرفاتی که این شخص گفت چید کنار، بذارید کنار، اصل دو جمله و داستان اینجاست. این صحبتی که این میکنه، هم محسن سازگارا این صحبت میکنه، هم علیرضا تازی داده میکنه، همون یارو کدیوره میکنه، همون یارو شید تلخک عبادی میکنه و هم بقیهشون همشون این صحبت میکنن که دموکراسی. اینجا رو گوش کنید. بفرستم به مجلس مؤسسان، مجلس مؤسسان که نظام آینده رو، دولت آینده رو، یه دولت مردم سالار رو تعیین میکنه. چی شد؟ گوش کنید یه بار دیگه. و نوع رژیم، نوع رژیم هم تعیین میکنه. نوع رژیم، نوع نظام. مجلس مؤسسان هست که نوع نظام، نوع حکومت آینده رو اعلام خواهد کرد و مطرح خواهد کرد. متوجه شدید داستان چی شد؟ دموکراسی، سکولاریسم، حقوق حشر، همه اینا رو بذارید کنار، مجلس مؤسسان نوع حکومت آینده رو مشخص میکنن. اینجا اونجاییه که دقیقاً در افغانستان تست شد و جواب گرفت. بارها و بارها در موردش صحبت شده. وقتی اینا میان میگن و علیرضای تازی داده اصرار میکنه روش، گوش کنید، اینا فکر میکنن که همه مثل پدر دیوس خودشون خرن. خب میان این مزخرفات رو میگن، به به، حالا مثلا طرف هم تو ایران نشسته، کاسه تخم افتادم گردن هم رو پاشه داره میخوره و این صحبت هم گوش میکنه، به به، همه چی درست شد. اما گوش کنید چی میگه. صاحب هستن که بعد از فروپاشی رژیم میبایستی تز خودشون رو، مطار خودشون رو مردم عرضه کنن، نمایندگانشون انتخاب کنن، بفرستن به مجلس مؤسسان، مجلس مؤسسان این نظام آینده رو، دولت آینده رو گیر کنن. همینجا رو داشته باشید. میگه احزاب باید نماینده های خودشون رو بفرستن به مجلس مؤسسان و این مجلس، الان دوباره زدم یکم عقب‌تر، این مجلس مؤسسان هست که نوع حکومت آینده رو مشخص کنه. احزاب وقتی صحبت میشه، آقا جون و مادرتون اگه کسی حزب سراغ داره در خارج از کشور، حزب به در بخور، حزبی که 5 نفر بیشتر باشه، بیاید به ما معرفی کنید. به خدا من گناه دارم، یعنی گشتم یه همچین حزبی پیدا نکردم. حالا این آقا میگه که احزاب باید نمایندگاشو معرفی کنه. شما فکر کنید این از این ور اینو میگه، جوان مردی از اون ور میاد تبلیغ میکنه یا زم یا دیگرانشون که در فردای ایران تمام احزاب آزاد هستن و همه احزاب باید شرکت کنن و مردم هم باید حرفای اینا رو گوش کنن و انتخاب کنن. وقتی اینا صحبت از احزاب میکنن، باید برگردی عملکردشون رو نگاه کنی، باید دوستاشون رو بشناسی. میگن یه مثال بود، الان اینجا درست نیست بزنم، این مثال رو بگذاریم. خب وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم اینا در نمایش هاشون صحبت همه صحبت تجزیه طلبی، صحبت فدرالیسم، خیلی راحت، خیلی علنا میگن همون را میشن احزاب آینده ایران. یعنی شما در فردای ایران اون یارو شخص کثیفی به نام بنی طرف، بنی طرق، بنی مادر قبس، نمیدونم چه حرومزاده یمنی که خودشو چسبونده به ایران، این شخص هم به عنوان یک حزب حق داره نماینده بفرسته تو مجلس مؤسسان. عبدالله معتدی و دیگران و دیگران و دیگرانشون هم به عنوان تجزیه طلب فدرالیست خواه یا خودمختاری خواه، اینا هم حق دارن نماینده بفرستن در مجلس مؤسسان. و حالا همون نماینده ها نوع حکومت آینده را باید انتخاب کنن. خیلی جالبه. چی میخواد دیگه؟ دموکراسی بالاتر از این میخواد؟ گوش کنید. مردم سالار رو تعیین میکنه. و نوع رژیم. جناب زرمی دمت گرم. خیلی باحال بود کامنت دیگه گذاشتی. و کاری با تو ندارم که عزیزم. ما نسل ما فرق میکنه. نسل بعد از انقلاب 57 با این کروکودیلای لس آنجلسی و واشنگتنی و اروپایی فرق می‌کنه. صحبت من با ایناست. تو که ایشا اصلا مافیاها، ببخشید آقای کوروش زرابی، مافیاها مناطو رو اصلا تو بازی‌ها نمیارن. میدونی چرا نمیارن؟ چون این مناطو رو بیارن بعد ما سنگ میندازیم تو بازیشون. اونا کسایی رو میخوان که اگر 100 دلار بهش دادن، برنشم براش رقص عربی هم بیار. تو میای؟ فکر نمی‌کنم. نوع رژیم تعیین، و حکومت آینده رو مجلس مؤسسان داره در آینده. شما غلط میکنی که همچه غلطی میکنی. مجلس مؤسسان که چی؟ دوستان یادتون باشه نوع حکومت آینده ایران باید در یک همه پرسی آزاد توسط مردم ایران انتخاب بشه. مجلس مؤسسان که این داره از صحبت چه میکنه؟ بارها گفتم اما جایزه یه بار دیگه هم بگم،
در افغانستان یک مجلسی هست به نام مجلس لویجریگه، یعنی مجلس ریش سفیدان، مجلس بزرگان. میتونید توی گوگل سرچ کنید در موردش بخونید. خب قبل از اینکه زمانی که طالبان در افغانستان حکومت میکردن، آمریکایی‌ها اومدن با دیگران مافیایی‌ها اومدن نقشه کشیدن که طالبان رو از افغانستان بیرون کنن و یک دولت دست نشانده دیگری بذارن جاش. چون طالبان بیشتر به کمونیستان می‌خورد و به به شوروی می‌خورد. اصلا مال شورویان بود. به هر حال اینا اومدن از محبوبیت، خوب دقت کن، چرا این اشخاص میان این همه مزخرف میگن لابلاش دو سه تا کلمه هم. بله به شاهزاده هم گفتیم، شاهزاده هم میدونن، شاهزاده هم فلان، شاهزاده هم اینجوری، منم دوست شاهزاده هم. چرا میان اینو میگن؟ چون باید از این کلمات استفاده کنن برای اعتبار دادن به حرف خودشون. داستان آخونده است که الان گفتم. حالا اینا اومدن در افغانستان، ظاهرشاه افغانستان و پشتش رو گرفتن، در موردش تبلیغ کردن، کمک کردن، مردم افغانستان با نیروهای خارجی طالبان را سرنگون کردن. خب دموکراسی ها، دموکراسی واقعی اینی نیست که اینا میگن. اینا فقط سوار اسم شدن، دقت کنید، ما دشمنی با دموکراسی نداریم، اینها سوار اسم دموکراسی شدن. نمونه شو بهتون نشون میدم، صبر کنید. اومدن و طالبان رو توسط مردم با استفاده از محبوبیت ظاهرشاه افغانستان، طالبان رو زمین زدن. بعد گفتن نوع حکومت رو میخوایم دموکراسی رو پایه‌گذاری کنیم. نوع حکومت رو مجلس لویجریگه افغانستان انتخاب میکنه. مجلس لویجریگه افغانستان که اگر برید نگاه کنید قیافه‌هاشون رو میبینید، اومدن و گفتن که مردم افغانستان پادشاهی نمیخوان، افغانستان یک حکومت جمهوری میخواد، اونم از نوع اسلامی دو آتیشش، و رئیس جمهورش هم یه بقالی در آمریکا به نام حامد کرزایی، و آوردن گذاشتن سر کار و این اتفاق افتاد. بعدش هم پادشاه افغانستان هم دیگه رفت که الان هم دیگه روانش شد. این اتفاق و این سناریو برای ما هست و این هنچوشک ها دنبال این داستانن. اون کسایی هم که فکر میکنن این آدم ها آدمن، سخت در اشتباه هن. یا میدونن دارن چه کار میکنن یا دارن مرتب اشتباه میکنن. برگشت گوش کنید. عرض کردم چون نمیخوام این مسئله به انحراف کشیده بشه، که مثل زلزله سیاسی 57 این نماد ملی احمد، سال 57 زلزله سیاسی نیومد، فاجعه ملی اتفاق افتاد. تو بگی زلزله سیاسی، فاجعه ملی اتفاق افتاد. ایران رفت 200 سال عقب، نابود شد، کشور ایران نابود شد. تو بهش میگی زلزله سیاسی؟ عجب بزرگترین خدمتی که میتونه بکنه و وظیفه‌ای که داره اینه که جلوی چنین انحراف رو میتونه بگیره به عنوان ناصر. من به شما قول میدم دوکی، من بهت قول میدم شما یک قدم از قدم بر نخواهید داشت، نه شما، بقیه‌تون. میدونید چرا؟ هر چقدر خودتون رو خریت بزنید، اون مردم ایران ها که تصمیم میگیرن. و امروز سال 57 نیست، سال 32 هم نیست، قبلش هم نیست. امروز اینترنت، فضای مجازی این امکان رو به این مردم میده که بلا فاصله، بذار یه چیزی بهت بگم دوکی، جورج سوروسیا، مافیایی ها، بذارید یه چیزی بهتون بگم. تمام این برنامه هایی که، این افشاگری هایی که الان از الان یا از قبل انجام شده و اسنادی که نزد دوستان هست، نزد ماها هست برای آینده، تک تک اعضایی که به عنوان مجلس مؤسسان، مجلس نمیدونم لویجریگه، مجلس قانونگذاری یا هر چیزی که الان در ادامه شما میگین و همه آماده است، معرفی کنید به داخل، معرفی بشه، تزریق بشه به داخل، بلا فاصله تک تک پرونده هاشون رو میریزید بیرون. اونجا اونجاییه که ملت حواسش هست. فکر کردید میخواد جلوی اونو بگیرید، اما نه، اون نیرو آماده شده و اتفاقا این کارم با تو میکنه. اینو بهت گفتم، برو به دوستات بگو یه فکری براش بکن. حالا دکتر من میخوام در بخش بعدی بپردازم به دولت در تبعید و اینکه آیا دولت در تبعید یک ضرورت در مرحله مبارزه، آیا باید برای هر تشکیلات و وزارتخونه برنامه‌ای داشته باشیم. درنگ کوتاهی میکنم. نه علیرضا نوری‌زاده، شما برنامه نمیخواید تیه. شما خمینی وقتی اومد که آبتون مه، برقتون مه، رفتی رو پشت بوم براش غیر عربی هم اومدی، برنامه چه میفهمی چیه؟ تو از برنامه سرت میشه.
کارنامه رژیم ببینید تکیه ایشون روی حقوق اقوام ایرانی به نظر من خیلی تکیه به جا و مناسبی است و اینکه اقوام ایرانی دارای حقوق مشروع و قانونی هستند که در هر حکومت آینده باید تضمین بشه. و آقای علیرضا نوری‌زاده بذار یه چیزی بهت بگم. دوستان دقت کنید، این واژه اقوام ایرانی واژه‌ایه که شروع میخواد بشه به بین تفرق انداختن و جدا کردن. ما اقوام ایرانی درسته داریم اما نمیشناسیم، ما ایرانی هستیم. خب اگر اقوام ایرانی رو از ایران بگیری دیگه چی میمونه؟ کسی دیگه نمیمونه، همه ایران قومای ایرانی هن دیگه. پس یک حکومت بس برای شما، برای کی میخواید حکومت ملی رو که حقوق اقوام ایرانی توش رعایت بشه؟ خب ما قوم لور، قوم کرد، قوم ترک، قوم آذری، قوم تالشی، قوم قیلکی، خب اینا همه اقوام، اینا همه ایرانی هن دیگه. پس شما صحبت از حکومت داره کی میکنی؟ آخه کیچه کسی باید حکومت رو در داشته باشه که حقوق اقوام ایرانی رو رعایت کنه؟ مگه این اقوام ایرانی جزء این خانواده ایران نیستن؟ خب پس چرا نمیگید ایرانی ها، همه ایران، همه ایران؟ اقوام ایرانی سهم دارن، حقوق دارن، اما ایرانی ها تک تک حقوق ندارن. عجب داستانی ها. آقا یکی به اینا رو ترجمه کنه لطفا. به نظر من اگر دموکراسی واقعی داشته باشیم دهانت رو نمیبوین مبادا گفته باشی دوستت دارن. شما که در سال 57 گفتی امروز آسمان انقدر نمیدونم فلانه که من امروز بعد از چندین قرن دارم یک نفس راحتی میکشم چون جنرال ها و جلاده چی؟ نه جنرال نگفته بود، یه چیز دیگه گفته بود تو مقالش. جلادان طاغوت پهلوی رو دیشب به دستور امام به درک واصل شدن. یادت علی رضا نوری زاده؟ کسی نمیپرسه سنی، بهایی، بلوچی، کردی، عربی، آذری هستی، چون هممون مالک مشاع این سرزمین جاودانه هستیم. و بی ناموس اگر اینو قبول داری که قبولم داری یه جورایی، ولی میای یه جورایی پول که بدین به اون تبلیغات هم بکنی، پس دیگه حقوق اقوام ایرانی چه صیغه ایه؟ آها، خودمختاری رو مد نظرته. یارو هم گفت دیگه، کی بودین؟ عبدالله معتدی و بقیه‌تون. اون یارو که به عنوان عرب اهوازی خودش جا زده بود، دکتر عبدیان بود، کی بود که توی همایش، توی این مذاکره چیه، این اتاقی که ننگاور گرفته بود، اونم یکی از سخنرانا بود اتفاقا. حالا دلم میخواد راجب اون سوالم بپردازید بهش که آیا ما نیاز به یک دولت داریم؟ آقا ببخشید این اینستاگرام هم قطع شده. دوستان توی فیسبوک لطف کنید پخش کنید، من اینستا رو دوباره اوکی کنم. ببین هر چقدر ما میخوایم اینو زیر یک ساعت ادامه بدیم، یعنی تمامش کنیم، نمیشه دیگه. هر شخصی این جناب قلمیه، نمیدونم نیستش یا هستش. تبعید داریم الان. زنی اینجوری مطرح کنم، ما در فردای آزادی ایران به تمام نیروهای دموکرات و ملی نیاز داریم برای سازندگی کشور، برای حراست و امنیت کشور. یعنی شما میخواید تا اون روزگار زنده بمونید؟ عجب عمری دارید بابا. خب این شامل نه تنها اقوام میشه، بلکه تمام نیروهای سیاسی چه در خارج و در داخل میشه. به این علتی که قبلا هم عرض کردم، ما میبایستی یک ائتلاف ملی تاریخی به وجود بیاریم و اگر این کار رو نکنیم تاریخ ما رو نمیبخشه. شما رو تاریخ کلن، اصلا کلن تاریخ شما که تاریخ که هیچی، نسل های آینده ایران هم شما رو نمیبخش، اصلا شک نکنید شما 57 رو. آخه تفلک، خاطر اینکه تاریخ ببخشش ببین چقدر زحمت میکش. موقعیت حساسی که الان ایران داره نیاز داره یک جنبش به اصطلاح هم صدایی و هم گامی در میان تمام نیروهای دموکرات ملی به وجود بیاد از تمام اقوام. یه قدم اول. در این کار شما میبینید ما زامن برقراری نظام و حکومت مردم سالار رو که نه منحرف نشه الان هم عرض کردم الان ساختیم
یعنی ساختار حکومتی نوینی برای ایران تعریفی شده. چی شده؟ چی شده یه بار دیگه؟ آقا شما که دموکراسی مردم انتخاب کنن، مردم، نوع حکومت، نوع نظام، ساختار، قانون، مردم، دموکراسی. اما یه چیز دیگه گفت، گوش کنید. هم اولی در این کار شما میبینید ما ضامن برقراری نظام و حکومت مردم سالار رو نه منحرف نشه الان هم عرض کردم الان ساختیم، یعنی ساختار حکومتی نوینی برای ایران تحریزی شده. پس تحریزی شده، ساختار حکومت آینده ایران تحریزی شده. یکی از اون دوستان توی فیسبوک لطفا قلب نفرستید، دوستان دیگه بتونن توی ایران ببینن. سپاسگزارم. اگه به جای قلب فرستادن اشتراک گذاری کنید، میخواید لطف کنید اینجوری اشتراک گذاری کنید. یعنی تو اون پکیجی که قراره هواپیمای ایرباس خمینی رو یادتونه 72 نفر با چمدونا با پکیج کامل فرستاده شد، گوش کنید. یکی از اون مواردی که برای ایران طراحی شده، آقا این آقای دکتر آدم راستگویی باید باشه دیگه، ما میخوام بذاریم روی حساب راستگو بودنش، میگیم راستگوه. پس ساختار طراحی شده، آماده شده و تایید شده توسط کی؟ که یه قسمتش نماد ملی است، قسمت دومش حرکت سیاسی است که سیاسیون بود انجام. جون اون مادرتون بیاد بیخیال این نماد ملی بشید، بذارید این پادشاه، بذارید اون ملت که دارن صداش میکنن، خود اون ملت بدونن چی کار باید بکنن. نه یه خودتون رو لابلاشه بچپونید این وسط، شما جایی ندارید توی این صف، اصلا جایی ندارید، شک نکن جایی ندارید. برای تشکیل دولت دفتری شما توجه داشته باشید اغلب نیروهای مبارز ما در ایران هستن. من الان نمیتونم اسمشون رو ببرم چون فرداش روشون میزنن زندان میزنشون میکشنشون. ببین آقای تبرزدی و نوریزاد و نسیم ستود و همسل اینا که یه موقع خدایی نکرده نعوذ بالله نیستن جز این نیروهاتون. توجه داشته باشید تمام این نیروهای مبارزی شما میبینید در ایران هستن. خب شما دولت در خارج رو چه جور میخوان تشکیل بدید؟ افرادی که فقط در خارج هستن غیر ممکنه. برنامه ها رو ما میتونیم تنظیم کنیم که کردیم، به مدرم عرضه کردیم. خب کجا کردید عرضه کردید؟ آقا کیو کردید؟ عجب برنامه هاتون رو که عرضه کردید، ساختارتون هم که عرضه کردید، این یکی هم که الان گفتی به ملت کردیم، گوشونید با کجا کردید عجب داستانی ها؟ به مدرم عرضه کردیم. خب برنامه های کاری رو با تصویب نیروها در داخل تهیه شده و در اختیارشون گذاشته شده، ولی سازماندهی یک نیرو و یک دولت ائتلافی میبایستی با شرکت مبارزین داخلی باشید، نه تنها جوانها بلکه افراد سیاسی دیگه در ایران مشغول هستند. آقای دوکی شما در همون نمایشتون در واشنگتن دو نفر آدم بودن که 50 سال سن داشتن، دو تاشون 50 ساله بودن، بقیه همه تون کروکودیل بودید. آخه از کدوم نیروی جوان شما صحبت میکنید؟ دو نفر تون 50 ساله بودن، یکیش علی جوانمردی بود، یکشون هم یه اسکل دیگه، بقیه تون همه بالای 90 سال 85 سال سن داشتید. عجب. این که در خارجش بود، حالا تازه این که خارجیاش بودن. این زمینه کار به این دلت عرض کردم که ما میبایستی یک ائتلاف بزرگی وسیع ملی موجود بیاریم که اکثرشون در ایران هستن، با اون رو میشه زیرزمینی انجام ده. بعد از اینکه اون کار انجام شد بعد میشه دولت در تبهید رو که پایهاش رو بسه تدابه که شنیده شده در خارج به وجود بود، ولی بدون چنین همگامی، بدون چنین شبکه‌ای بین ایران و خارج نه، نمیشه دولت در خارج. دکتر برامیار حالا دولت در تبعید رو شما اشارهش میکنید، ولی آیا مردمی که دارن ما رو میبینن و گوش میدن نباید بدونن که خب واقعا برای مشکل آب چه برنامه‌ای وجود داره؟ این گروه متخصصی که ما آقای علیرضا تازی‌زاده، خیلی خوشحالم یکی از خوبی‌های برنامه
شخص من خودم لااقل اینه که به یه سری شغال های مانند شما یه سری چیزا رو یاد میدم و شما میرید از این جملات زودی برمیدارید استفاده میکنید و میاد حرف میزنید. اینی که دوستان حالا اونایی که برنامه ها رو میبینن شاهدن میدونن، اینی که ما گفتیم اینا 40 سال گذشته هیچ غلطی نکردن، نه یه برنامه در مورد آب دارن، نه یه برنامه در مورد فلان دارن، نه یه برنامه در مورد محیط زیست دارن، و این جمله ما بود آقای علیرضا تازه‌زاده. بعد تو واقعا خوبه گفتنش هم از زبانش کثیف شما خوبه، اما به شرطی که عملا توش باشه که نیست. ولی شما میاد چجوری ازش استفاده میکنی؟ دقت کنید اینو یادتون هست دوستان، من توی برنامه بارها گفتم که برید از این احزابی که ادعا میکنم بگید آقا برنامه‌تون در مورد آب چیه، در مورد کشاورزی چیه، در مورد محیط زیست چیه، در مورد معدن چیه، چه برنامه دارید، چه پلنی دارید، چه چیزی میخواید به مردم ارائه بدید. این جمله ما بود دیگه، هست تاریخش توی برنامه، توی صفحه هست. و خوشحالم علیرضا تازه‌زاده، لااقل برنامه رو نگاه میکنی، فوشا رو که میشنوی میداری جیگرت حال میاد، اینجور چیزا هم یاد میگیری. خوبه، باید شما رو برد زیر درخت حضور یه چیزایی بهتون یاد داد. ازش یاد میکنی، باید یه طرحی ارائه بده. حالا نمیدونم وزیر آبه، ولی اون گروه یا فردی که مکلفه به این کاره به نظر شما الان نباید از این رسانه استفاده بکنه و به مردم بگه چه طرحی برای نجات کشاورزی داره. چه؟ اول یه چیزی بهت بگم آقای علیرضا تازه‌زاده، تمام رسانه‌های در خارج از کشور رو نست های کروکودیلی مانند شماها، اینا دست شماست و شما اینا رو مصادره کردید و به کسی هم اجازه حرف زدن نمیدید. هیچ کدوم شما به کسی اجازه حرف زدن نخواهید داد مگر اینکه جز مافیا و جز مجموعه خودتون باشه. یک، دو، شما در این چندین سالی که از زمانی که تلویزیون اومده، چه شخص کثیف نجس تو علی رضای نوری زاده، چه شارلاتان، چه بی بی سی، چه صدای آمریکا و چه دیگر رسانه‌ها، بزرگترین خدمت رو به جمهوری اسلامی شما ها در خارج از کشور کردید. میدونید چه جوری؟ جمهوری اسلامی تو مسئله آب به مشکل میخوره، شما کارشناس میآوردید توی برنامه، اون شخص از تجربیات خودش در دوران شاهنشاهی و در خارج از کشور که کار کرده میومد تجربیاتش رو میگفت، جمهوری انگلنشان آخوندی هم میومد ازش استفاده میکرد. در مورد برق به همین صورت، در مورد نفت به همین صورت، در مورد کشاورزی به همین صورت، در مورد تمام مسائل دیگه شما میرفتید استادان دانشگاه رو از خارج از کشور رو جمع میکردید، دعوت میکردید تو برنامه هاتون، مشکلات جمهوری اسلامی رو مطرح میکردید و این کارشناسان و این اساتید میومدن راهکار ارائه میدادن و اونا هم ازش استفاده میکردن و این شد که 40 سال سوار ملت ایران شدن با دروغ، با شعارهایی که شما در خارج از کشور گفتید. اونها امثال احمدی نژاد، خاتمی، اکبر کوسه یا همین روحانی بنفش اینها رو استفاده ابزاری از این کلمات کرد و ملت رو فریب داد. نمونه بسیار بسیار شفاف و همین بار چند وقت پیشش کاری بود که شهرام شارلاتان انجام داد. یادتونه یک پرونده میاد دست شارلاتان، شارلاتان میاد یه سری جملات کلیدی رو میاد روش تبلیغ میکنه به عنوان حکومت ملی، طرح حکومت ملی. حسن روحانی بنفش در شعار انتخاباتیش دقیقاً میاد از همین کلمات و از همین شعارهایی که شهرام شارلاتان در برنامهش میده و مخالفان نظام نشستن دارن گوش میکنن، همین کلمات رو از دهن حسن بنفش میشنوه و میره بهش رأی میده. اینو بهش میگن خارکسته بازی سیاسی. دلیل برای نجات آب داره، درسته دلیلام کارشناسا هستن، ولی کارشناسا میگن میکشن. ما از اینجا چه میتونیم بهشون ارائه بدیم؟ منم به کی؟ به جمهوری اسلامی که مرتب ارائه دادی، به مردم میخوای ارائه بدی یه چیزی؟ آقای علیرضا نوری‌زاده یه چیزی به مردم ارائه بدی، جون اون مادر هزار تا شوهرتون دست از سر این ملت بردارید بذارید ملت کارشون رو کنه. این بزرگترین خدمتی که شما میتونید بکنید. به خدا من خودم قول میدم تاریخ به شما، تاریخ شما رو ببخشه اگه این کارو امروز در این زمان انجام بدید، بذارید مردم تکلیف خودشون رو روشن کنن با جمهوری انگل نشان، من به شما قول میدم تاریخ شما رو ببخشه. آقای دوکی کروکودیل میتونید؟ شما موافقم نیروی فعال داخل بسیار خوب، ولی از این نظر ما هم نباید ساکت بشینیم. بابا بیشرف، نیروی فعال داخل خیابونای ایران داره فریاد میزنه،
داره فریاد میزنه رضا شاه رضا شاه میکنه، ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره رو میکنه، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا رو میکنه. بعد توی بیناموس تو تلویزیون نشستی تو برنامه اون یکی چرقوز چالنگی میرید دفاع تمام قد میکنی از زیبا کلامی که میگه من میخوام اسلحه بگیرم دستم برم جلوی این مردمی که اومدن قیام کنم بیستم و این مردم رو بکشم، و توی بیناموس در خارج از کشور ازش دفاع میکنی. زیبا کلام یه نمونهش بود. این برنامه که ارائه میدیم چگونه است؟ اگر خاطرتون باشه جناب نوری‌زاده 15 سال پیش یا 17 سال پیش در همین واشنگتن جلسه داشتیم با حضور شما که به صلاح نطفه گروه برنامه ریز رو با اونجا ریخت. آقا 17 سال پیش این کروکودیلا جمع شدن توی لس آنجلس و واشنگتن و نطفه یه نیروهای رو ریختن. آقای دکتر اینجور مسائلی که بخوان مطرح کنن نمیگن ما رفتیم نطفه‌شو ریختیم، میگن ما رفتیم پایه‌گذاری کردیم. رو نطفه‌شو تو چی ریختی آخه؟ ما هی به من میگن آقا درست صحبت کن با اینا. با این مدت و به 15 سال 17 سال گروه های مختلفی از داخل ایران و در خارج اروپا و امریکا روی این مسئله کار کردن و برنامه ها تنظیم شده است. ببخشید میشه یه دونه از این تنظیم شده هایی که شما نطفه‌شو ریختید حالا کجا ریختید نمیدونم بیاید به این ملت ارائه بدید؟ 17 سال گذشته خب حق داریم ما بدونیم دیگه. حتی قانون اساسی جدید که به مجلس مؤسسان داره ارائه میشه اون هم تنظیم شده است. بله؟ چی؟ من متوجه نشدم دوستان، کامنت بنویسید چی گفت؟ این چی گفت؟ دموکراسی چی شد؟ کشک، آب، دوغ، پنیر. حقوقدان ها باید بیان بشینن قانون اساسی بنویسن، مردم، مؤسسان، مجلس، مجلس نمایندگان، انتخابات، حق مردم. به یه گروه برنامه ریز رو موجوری و این مدت و به 15 سال 17 سال گروه های مختلفی از داخل ایران و در خارج اروپا و امریکا روی مسئله کار کردن و برنامه ها تنظیم شده است. حتی قانون اساسی جدید که به مجلس مؤسسان داره ارائه میشه اون هم تنظیم شده است و حتی قوانین اجرایی که بعد از فروپاشی باید به مرحله اجرا گذاشته بشه و شما نمیتونید با قوانین اینها مملکت رو اداره کنید. دوران گذار تقریبا نمیشه. هر دو اینها تعیین شده است و حتی در مورد مسئله آب، مسئله مسکن، مسئله آقایون شما یا گاوید، ببخشید اینا رو میگم ها، این کروکودیلا رو، یا گاوید یا خر کلتون رو گاز گرفته، یا به قول جناب کمالپوری ساقیاتون رو عوض کنید جون اون مادرتون. شما یه جای دم از دموکراسی میزنید که مردم انتخاب کنن، نوع نظام رو مردم انتخاب کنن، ساختار نظام رو مردم انتخاب کنن، قانون اساسی رو مردم انتخاب کنن، نمیدونم پشمالدین رو مردم انتخاب کنن، دموکراسیه. بعد بلافاصله بعدش میای میگی قانون اساسی رو ما آماده، قانون اساسی آماده است، پکیج شده، بعد این قانون اجرا بشه. اونم میگه در دوران گذار، نمیگه بعد در دوران گذار. قانون اساسی رو که خودتون نوشتن دادن دستتون کردن تو اون پکیجه، پس ساختار حکومت تو اون پکیج هست، قانون اساسی هم تو اون پکیج هست، قوانین اداره حکومتداری در دوران گذار هم توی اون پکیج هست. پس این ببین کجاش دموکراسی، این چی اسمش؟ خب کی اینا رو آماده کرد؟ شما اینا رو کجا به رأی مردم ایران گذاشتید که همه اینا هم آماده شد؟ قانون اساسی دونم که عجب داستانی ما داریم، عجب شلم شورباییه. بعد هم میگن که چرا جمهوری اسلامی میاد تبلیغات میکنه که ببخشید و ببخشید هموطنان در فضای مجازی که یه مش اسکل، یه مش اسکل سیاسی همشون هم زیر مجموعه IOSME و دقیقا هم اینجا درسته، چون این مجموعه کروکودیلی که میبینید همشون زیر مجموعه IOSME و مافیای جورج سوروسی هم. خب من به عنوان یک ایرانی داخل ایران نشستم، میخوام برم رژیمم بر بیاندازم، میخوام برم از جونم هم بگذرم، برم اعتراض کنم، برم قیام کنم، برم جمهوری اسلامی رو پایین بکشم که توی انچوچک بیبری سر کار مثلا، که قانون اساسی تو مافیاها نوشتن زدن زیر بغل، خاک بر سر اون کشوری، خاک بر سر اون کشوری که قانون اساسیش توسط کشوری دیگه نوشته بشه، اون هم چه کشوری؟ فرق نمیکنه چه انگلستان باشه، چه مسکو باشه، چه آمریکا باشه، چه آلمان باشه، چه فرانسه.
قانون اساسی ایران باید توسط ایرانی های متخصص در داخل ایران نوشته بشه و به رأی مردم گذاشته بشه، نه قانون اساسی که فلان کنگرسمن از یه چاغاری خوشش اومد بردش زیر میز بهش تزریق کرد قانون اساسی رو و اونم اومده تو بغوکرنا میکنه. اون قانون اساسی به درد ننش میخوره. بیکاری، صنعتی کردن کشور و غیرت و آموزش و پرورش، اینا برنامه‌ریزی شده. یه کتابچه‌ای در اومده به اسم آقا همه چی برنامه‌ریزی شده، همه چی آماده است، اصلا نگران نباشید. مافیایا همونجوری که خمینی رو سال 57 با یه پکیج جمهوری اسلامی آره یا نه، هر اگه رأی ندی آره میذارم تو سرت میکشمت، دقیقاً یه همچین چیزی آماده شده. منتها خواسته این مجموعه اونی نیست که مردم ایران میخواست. ای کاش این خواسته مردم ایران، شما دنبال روی خواسته مردم ایران بودی و همه این پکیج هایی که آماده شده بود اون چیزی بود که مردم ایران میخواستن. ای کاش. میدونید چرا میگم نیستید شما؟ چون مردم ایران خواستشون دارن فریاد میزنن، شما در گوشاتون رو گرفتید دارید سود بلبلی میزنید. شما دنبال جمهوری ملی، جمهوری ایرانی هستید، یعنی ورق دوم جمهوری اسلامی و یعنی نابودی ایران. اما مردم حواسشون هست. تو در سال فیروزه در اون کتاب فیروزه تمام اینها مطرح شده و در ایران پخش شده. آقا هموطنانه توی بعضی ها شما چیزی به اسم کتاب فیروزه ای تا حالا دیدید؟ همه اینا پخش شده، مردم همه رو میدونن، همه رو میدونن. این داره میگه، من نمیگم، منتها من که نه، آقا منم جزو یکی، منم یه تن از این ملت ایرانم. به خدا من نشنیدم دکتر کی بود اسم دکتر کروکودیل، هر کی هستی بیا توی برنامه من بشین اینا رو برای منم توضیح بده، برای من یه نفر توضیح بده ببینم اینی که داری صحبت میکنی، اول از دموکراسی صحبت میکنی، حق مردم، رأی مردم، انتخابات آزاد و فلان، بعد میگی ساختار و حکومت آماده است، تایید شده، تصویب شده، قانون اساسی تصویب شده، نوع برخورد چی میگن شرایط گذار هم همه چیزش پکیج آماده است، همه چیزش انجام شده، همه اینا هم که نوشتید خب این پکیج آماده است دیگه، بس دموکراسی چیه اینجا؟ پا چی میگید؟ خواسته ملت هم که براتون مهم نیست. خدمت شما میفرستم به اینو خواست، میتونیم در جلسات دیگه در نشست های دیگه در باره تمام این موضوع صحبت بشیم و اتفاقا یک نسخه، این نسخه در اختیار شاهزاده هست در دو سال. آقا مردم عربستان 2500 تا شاهزاده دارن، مردم ایران تفلکی و یه دونه شاهزاده دارن، یه ولیعهد دارن. ببین اینا چه به روز ما آوردن. حالا اگر ما 2500 تا شاهزاده داشتیم چی باید میکشیدیم؟ این مزخرفی که الان داره صحبت میکنه، حالا اینجا باید یه احتمال هم بهش بده دیگه. این تحویل شاهزاده هم داده شده است. خب داده شده باشد، خیلی چیزا هم به دفتر شاهزاده پست میشود، این که سند نیست. امیر عباس ننگاور هم یک روزی در یک جایی با شاهزاده ملاقات کرد و یه چیزایی رو به شاهزاده داد. خب این که سند نیست. شهرام شارلاتان هم تره حکومت ملی رو گفت ما برای شاهزاده میفرستیم. خب اینم که سند نیست. این پیش سه سال پیش وقت تکید شد در اختیارشون گذاشتیم و حتی مسئله مذهب، نقش مذهب و اقوام و و غیره و فسادی که اینها بار آوردن، چجوری میشه جلوی فساد رو گرفت؟ اینا همه مطرح شده و برای مردم عرضه شده. تو که برنامه آقا جون و مادرتون، اگه کسی از این چیزایی که این داره میگه به مردم عرضه شده بهش عرضه شده، لطف کنید یه ذره بفرستید برای ما، به ما هم عرضه بشه، بیایم در موردش صحبت کنیم. به خدا من که چیزی ندیدم از اینا. اگر شما دیدید در این 40 تا چیزی از این مجموعه کلا، بیاید به ما هم بگید، ما هم میذاره. بیاید برسیم به مرحله ارتباط با خارجی. ببینید همیشه در ایران این یه تابو بوده که یه گروهی یا تشکیلاتی با خارجی ارتباط داشته باشه به خاطر سابقه های بدی که داشتیم. ولی ما در جنگ جهانی اول بنابراین می‌بینیم مثلا مرحوم مدرس و حکومت مهاجر که همشون آدمای ملی. آخه مرحوم مدرس چه بیناموسی بود که اون روز رفت با انگلستان یه گوهای خورد. چون مدرس یه روز رفته یه چونی داده، حالا توی تازه زاده هم اگر بره این چونه رو بدی مردم باید قبول کنن. عجب داستانی ما داریم با شما.
اینا وقتی میان از عثمانی‌ها و آلمان‌ها کمک میگیرن، یا مرحوم تقی‌زاده و دوستانش در آلمان، یا از این نوع. این قسمتاتو میذارم هم دکتر کروکودیل هم تو یکی دکتر چی بود اسم این یارو، این قسمتاتو میذارم توی یه برنامه دیگه در موردش مفصل با تو کار دارم راجع به این مثالایی هم که میزنید. اما بگذاریم، مسائل داریم. به نظر من ارتباط با خارجی از آنجا مذموم و بد شد که یک سازمانی مثل مجاهدین رفت تو بغل صدام وقتی داشت مملکت ما نه بابا بیناموس حرومزاده، حزب توده تو که اصلا مال خارجی بود، اصلا برو قبل، برو در زمان قاجار. یکی از افتخارات رجال کثیف دوره قاجار این بود که توی ایران زندگی میکردن، اما اون که نوکر انگلیس بود پرچم انگلیس رو میزد سر در خونش، اون که نوکر روس بود پرچم روس رو میزد، اون که نوکر آلمان بود پرچم آلمان رو میزد، اون که نوکر انگلستان و فرانسه هر کجا بود پرچم اونجا رو افتخار میدونستید. اینو پدر دایوس تو هم یکی از همینا بود، علی رضا عزیزاده. مجاهدین رفتن از صدام پول گرفتن به این فلان شاخ بی شرف. همین خارجی ها بودن که سال 50 انقلاب کردن، چرا نمیری عقب‌تر؟ چرا اومدی بعد از انقلاب؟ برو قبل از انقلاب. اسلامیستتون سرت زیر سرش زیر بغل انگلیس و بقیه جا بود، کمونیستتون سرش زیر بغل مسکو و چین و جای دیگه بود. مگر همین خاتمی ماتمی که تو میاری مگه نمیگه ما رفتیم در چین آموزش میدیدیم، رفتیم در کوبا آموزش میدیدیم؟ خب مگه اونا خارجی نبودن؟ نتیجهش چی شد؟ شد 57، شد خمینی از تو لوبلو پپ زد بیرون، ویران میکرد. یعنی از اونجا این حالت زشتی گرفت و بعد رژیم هم این ادبیاتش رو محکم ادامه داد که هر کس مخالفش بود چسبوندش به نیروی خارجی. آخه حرومزاده یه بیشرف، خود جمهوری انگل نشان آخوندی، سیستم انگل نشان، حکومت انگل نشان آخوندی ساخته شده از نماینده مافیاهای خارجی در داخل ایران. کدوم اینا ایرانی هست؟ 5 تا دالتون لاریجانیه که عراقی و روس هم، خود خامنه‌ایه که عراقیه، آیت الله پشمالدینه که مال لبنانه، بقیه آیت الله سیدتون هم یک جزیره است در فکر میکنم یک قسمتی از لبنانه، نمیدونم قوم خمار، قوم خمر یه همچین مزخرفی که تمام آخوندهای سید امام مشکی رو از اونجا وارد ایران کردند برامون انگلستان. خب اینا همه تون نماینده خارجی ها هستید، با ملت ایران غریبه اید، چه سیستم حکومت انگل نشان، چه شما عرضه لباش خارج از کشورتون. من یادم از یه مدت بنده رو میگفتن معاون اسرائیل، بعد موازه منو که درباره اسرائیل و نتانیاهو و فلسطینیان دیدن ناجور شد، دیگه نمیتونن کار بکنن، چسبوندن به عربستان. عجب. بعد دیدن بنده چه نظری دارم، باز اومدن چسبوندن. حالا منظورم باز اومدن چسبوندن به چی؟ آخه بیناموس تو اصلا خاروانه آفتاب پرستم تو شهرم شالاتان و بقیتون سرویس کردی. خود اون کشورهایی که شما دارید نوچگریشون رو میکنید، خود اونا هم هنگ کردن موندن، شما چه جونه برایی هستید؟ تو پول عربستان رو میگیری به نفع خاتمی حرف میزنی، پول عربستان و رفسنجانی رو میگیری به نفع روحانی حرف میزنی، پول عربستان رو میگیری یاسین اهوازی رو میاری میگیری، یاسین اهوازی یک آدم وطن پرسته، بعد میری تو برنامهش میگیری رو تجزیه طلبه. اینه که یکی اون تبلیغاتی که اون بعد رژیم میکنه، یکی دوستان ما در بیرون که هر حرکتی رو اگر یک گفتگو با خارجی بکنه اینو خیانت عظما میدونن. به اعتقاد شما که تجربه داریم میدونی و گفتگو هم با خارجی کردیم میدونی؟ آقا الان یارو کروکودیله این دو کیه؟ یکی یک دروغ های میگه که این دروغ ها رو بزنم توی برنامه دیگه بعدم با جناب کمالپورش میرسم، اما یه دروغ های میگه که سوسکی که زیر پا له شده این دروغ الان وقتی بشنوه بلند میشه واسه اون رقص عربی میاد. گوش کنی که با خارجی گفته بود کردن خیانت نیست. خطی که ما رسم میکنیم کجاست؟ اون خط قرمز ما در تعامل با خارجی کجاست؟
خط قرمز مردم ایران منافع ملی کشوره. خب اما خط قرمز شما خطیه که دل دلارا کشیده شده، اونجا خط قرمزته. اگه اون خط قرمز کلوف باشه دلاراش برات مهم نیست، اما اگه نازک باشه نه، خط قرمز منه، من این انجام نمیدم. نکته بسیار بسیار حساس شما مطرح کرد، جرم نمیشده. تماس با خارجی جرم نیست، تماس باید داشت. من خودم هم با آقای جانسون، پرزیدنت جانسون، حتی با روزویلت سه مرتبه جلسه داشتم، حتی با کارتر رو بره ای توف تو رو اومدم دهیزه دلو بود. این یه جایی هم ادعا کرده بود که مشاور شاه بود، همین. بعد یه جایی دیگه حالا اینو میذارم برای اینا نمکش رو قسمت بعده. کار دارم با دوکی، کار دارم با دی برنامه دیگه. آخه چاغال، تو با کارتل دیدار کردی اون زمان؟ میشه یه سندش رو ارائه بدی؟ یکس کارتل دیگه. خب وقتی با کارتل تو دیدار کردی، با روزبلت دیدار کردی، خب به هر حال یه عکسی، یه سندی، یه چیزی. ببین دوکی، من با جورج واشنگتن بودی، اون رئیس که الان شاه آمریکا، من با اونم دیدار داشتم. باور نمیکنی؟ شد مثل آخونده. آخونده اومد یه جایی واسه گفت وسط کره زمینه. گفتن آخه بابا کوشر نگو، چرت نگو، آخه مگه همین چی چیزی میشه؟ گفت باور نمیکنی؟ گفتن نه. گفت از اینجا متر بزن، برو متر کن. حالا داستان اینم اینه. برای چی بوده؟ برای حفظ منافع ایران بوده، ملت ایران بوده. تو و کارتر دیدار داشتی برای منافع ملی ایران؟ عجب. ببخشید تاریک بود، سیبیلات رو ندیدم دوکی. اوکی، نمیکنم. حالا تماس گرفتن هیچ عیبی نداره و لازم هم هست. حمایت اینها رو هم گرفتن، پشتیبانی اینها رو هم گرفتن، مسئله ای نیست. بابا پولم گرفتید مسئله ای نیست، اصلا مسئله ای نیست. زندگی دیگه خرج داره دیگه، خرج داره دیگه، آقا خرج داره دیگه. گفت یارو شلغم کاشته بود سمت ورامی، بعد کسی شلغماشو نخرید، اومد رفت به آخوندی گفت که آقا من دقیقاً این مزرعه رو حساب کردم، شلغم هیچ کی نمیخره. گفت که کیلو چند میفروشی؟ گفت کیلوی مثلا 10 تومن. گفت همه مزرعه تو من میخرم. یارو کشاورزی خوشحال شد که آخونده اومده همه شلغمه رو خریده. آقا همه مزرعه رو خرید کیلو 10 تومن، فردا رفت رو منبر گفت آقا ملت شلغم اگر بخورید، نمیدونم خدا در بهشت، شما اگر شلغم بخورید دورایی بهشت و جهنم، اونجا بوی شلغم به گونه ای میشه که اون فرشته ای که شما رو خواب ببره به سمت جهنم حالش بد میشه، شما رو هول میده به مسیر بهشت. فردا شلغم شد کیلو 2000 تومان، همه شلغم رو فروخت. حالا داستان اینه مینه آقا ایرانی نداره از خارج پول بگیری، کمک هم میکنه، ولی نکته حساس اینه. شما رو فرمودید که مجاهدین رفتن در اول صدام و پول گرفتن و بره فهم مجاهدین نبوده، مگه آخونده ده 250 سال دوره شد رو نکرد؟ بله احمد، آخونده نرفتن سراغ انگلیس، انگلیس آخوند رو زایید، فرق میکنه. آخوند تخم انگلیسه، آخوند نرفت سراغ انگلیس، انگلیس آخوند رو فرستاد داخل ایران. امشب ما جلسه هم داشتیم. جان مهربانی اگر هستین لطفا با دوستان بگیرید توی اسکایپ، من الان تمام میکنم میام خدمت. رفتن بغل انگلیس ها و انگلیس ها این رو پرورششون دادن، ولی زلزله 57 برای موقع وجود آوردن. خیلی جالبه این زلزله سیاسی 57. اینها عامل اون گروه بوده، از عراق هم گرفتن، از لبنان هم گرفتن. مسئله استقلال سیاسی ایران، تماس گرفتن با خارجی جور نیست، پولم گرفتن جور نیست. خارجی بیاد دخالت بکنه در امور داخلی ما، آخه مردک، آخه بزواله، آخه بزمجه، آخه احمق، آخه بیشور. خارجی عاشق ننه توئه که بیاد بهت پول بده. خب خارجی میاد پول میده که شما سیاست خارجی رو جلو ببری، که خارجی مافیاها بتونن به منافعشون برسن. آخه مگه خارجی اسکله بیاد همینجوری به تو پول بده، هیچی ازت نخواد؟ عجب داستانی ما داریم با اینا. آقا ایرادی نداره از خارجی برید پول بگیرید، اما خارجی حق نداره در تصمیم گیری شما دخالت کنه. بعد در کنارش میگه قانون اساسی نوشته شده، ساختار حکومت آماده شده، نوع حکومت هم انتخاب شده، شرایط و ضوابطش هم تو پکیج آماده است. حالا برو از خارجی هم پول بگیر، خارجی هم نتونه تو تصمیم گیری.
آقا من برنامه‌مو جمع جور کنم، کار داشتم با این یارو، ولی خب بگذریم، بقیه‌اشو می‌ذارم تو برنامه بعد در موردش صحبت می‌کنم. خیلی کار داشتم با این. یه برنامه دیگه دوکی یارو کرکودیله. آقای برنامه برنامیان، یه برنامه برات می‌ذارم، همه اسنادت هم ارائه میدم، بعد نشون میدم که شما چه جانوری هستید، در چه لباسی. این هم از علیرضای تازی زاده. این هم یکی از این مجموعه شاخه IOSME و جورج سوروس بود. من یکی یکی اینا رو براتون هر وقت اتفاقش بیفته دم خودشون بزنه بیرون مثل امشب میام و اینا رو خدمتتون عرض میکنم. اما دوستان اینجا خیلی مهمه، دقت کنید، نوع حکومت آینده ایران را مردم ایران، مردم ایران در یک همه پرسی سراسری مردم ایران انتخاب میکنن، نه مجلس مؤسسان. هر مادر فلان فلان شده گفت مجلس مؤسسان نوع حکومت را انتخاب میکنه، بدونید که پکیج مافیاییه و خروجیش میشه مجلس لوی جورگه افغانستان. این بی نهایت مهمه، به این واژه و به این کلمه فوق‌العاده دقت کنید، چون مجلس مؤسسان آینده رو نه من میشناسم نه شما میشناسم. من میشناسم یه حدودشو، ولی مردم عادی داخل ایران نمیشناسن. و الان در این شرایط مردم ما با این وضعی که از خودتون دارید میبینید، جمهوری انگل نشان آخوندی با یک چلو کباب رای میخره، با یک چلو کباب رای میخره. این واقعیته، واقعیت جامعه ماست. کسی که شما فکر میکنید زنی که، من اصلا قصد توهین به هموطنان رو ندارم، شرایط رو میگم، شما فکر میکنید زنی که کنار خیابون وای میسه برای که شیر خشک بچهش رو تامین کنه، اگر بهش میگن 500 هزار تومان بد میدی بیا به ما رأی بدی، نمیره بده. خطرناک. من باید برم، با اجازهتون توی جلسه گفتاری دارم با دوستان در مورد کارها. اصلا میخواستم من راجع به همایش صحبت کنم، خیلی کارام بود، شد دو ساعت. دوستان همایش دوم در یه شهر دیگه هم اضافه شد، خبر خوش به دوستان، خبر بد برای کروکودیل ها. یک شهر دیگه هم در استرالیا اضافه شد، در استرالیا شد دو شهر و شهرهای دیگه هم که اعلام کردم، تیزرهای تبلیغاتش و تبلیغاتش میاد بیرون، ببخشید کف کردم. و لطفاً کسایی که میخوان در این همایش ها شرکت کنن، در فرانکفورت، در تورنتو، در لس آنجلس، در لندن، در استرالیا شهر آدلاید و شهر پرت فکر میکنم، آره، در این دو شهر این همایش ها برگزار میشه. به ایمیل ensejam@gmail.com ایمیل بزنید. کسایی که ایمیل زدید به این ایمیل یه چند روز طاقت بیارید تا این دعوتنامه برای شما ارسال میشه. دوستان باور کنید شبانه روزی دارن کار میکنن، چه در قسمت تبلیغات و تیزر و فلان، چه در قسمت همین ایمیل و این مسائل، و اینا رو براتون به زودی ارسال میکنن. یکم طاقت بیارید. دوستانی هم که فرستادن نفرستادن ایمیلشون رو بفرستن. عزیزانی هم که میخوان اطلاعات بیشتری بگیرن با شماره تلفن و واتساپ 2041 77 910 2460 تماس بگیرم، من خودم پاسخ میدم. ما این وسط نیاز به کمک مالی هموطنان داریم برای گرفتن سالن ها. دوستان عزیزان هموطنان، میدونم انقدر کلاهبرداری کردن در این سالها که هممون چشممون ترسیده، اما باور کنید ما رفتیم سراغ پادشاهمون. سه اصلی که اینا هیچ کدومشون بهش نخواستن بپردازن، ما اون سه اصل رو باید پیاده کنیم. اون سه اصل مکمل همدیگه برای یک آدرس که بتونیم هموطنان رو جمع کنیم. این نه ارتباط به شاهزاده داره، نه ارتباط به شهبانو داره، نه ارتباط به کسی دیگه. این سه اصل شاهنشاه آریا مهره. اگه کسی باش مشکل داره بره سراغ ایشون، بره سراغ ایشون. خب نیاز به کمک مالی داریم برای گرفتن سالونامون. لطفاً لطف کنید، از 50 دلار تا هر چقدر که دوست دارید کمک کنید ما بتونیم این سالونا رو بگیریم. هزینه دوستانی هم که میخواد توی هر کدوم این همایش شرکت کنن، از در خونتون بزنید بیرون تا برگردید با خودتونه، با خودتونه حساب کنید. و 28-29 ماه جولای، یعنی همین آخر همین ماه، این همایش قرار برگزار بشه. پس یک، زودتر ایمیل بزنید اعلام حضور کنید که ما آمار هم دستمون بیاد که تعداد صندلی ها در سالن ها و اون برگه ورود براتون بیاد، به زودی میاد. اگر در هر کدوم این همایش ها خواستید شرکت کنید، اون برگه ورود رو نداشته باشید نمیتونید وارد همایش بشید.
و از همه مهمتر در کنارش کمک مالیه که لطف میکنید انجام بدید. ما برای این سالونا رو باید به قول معروف کمک کنیم و از ایناشو بدیم که این سالونا رو بگیریم. نیازمند کمکتون هستیم. هرچه زودتر لطفا اعلام کنید. من با اجازتون مرخص میشم چون باید برم خیلی کار دارم. دوستان شب و روزگارتون خوش. لطفا این برنامه رو همین که الان داریم همین قبل از اینکه برید یه بار دیگه این برنامه رو شیر کنید بعد برید. سپاسگزارم ازتون. آهنگ شاهرخ هم بشنویم. علیرضای تازی زاده و مافیای جورج سوروسی و دیگرانشون بدونن که مردم ایران حواسشون هست، کلا سرمون نمیره. شاید صدامون زیاد بلند نباشه به جای نرسه اما کلا سرمون نمیره. Come on.
نگه.